سیدی تحلیلگر مسائل ایران و مسیح علی نژاد گرداننده ی کمپین چهارشنبه های سفید از نیویورک در این بخش همراه من هستند آقای سیدی با شما شروع کنیم تظاهرات در دانشگاه تهران دانشجویان این رو چطور تحلیل می‌کنید تو شرایط خب اجازه بدید با تحلیل شعارا شروع کنیم من جنبش دانشجویی رو از اوایل دهه هفتاد حتی قبل از دوران اصلاحات می میکنم این سه شعاری که در گزارش شما بود میشه گفت سه تبارشناسی جداگانه داره اون قسمت اول که میگه آزادی اندیشه با و پشن مربوط به دهه هفتاد هست اون قسمت که میگه اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا مربوط به دی ماه 96 هست ولی قسمت سومش کاملا جدید هست ما در جنبش دانشجویی جنبش رادیکال آرمانگرایی بوده به مسائل کلون سیاسی پرداخته ولی هیچ وقت مطالباتی مثل حقوق زنان حجاب و اینا به صورت کنکرت و مشخص در جنبش دانشجویی نبوده بوده دانشجویان به صورت انفرادی با کمیته های انضباطی درگیر شدن با بسیج دانشجویی درگیر شدن به خاطر پوشش یا توبیک شدن ولی هیچ وقت به صورت جمعی و سیاسی مطالبات مرتبط با زنان مخصوصا مطالبات مربوط به حجاب و پوشش چنین نموده سیاسی نداشته من اینو به نه وصل می به فعالیت های اخیری که توسط فعالین حقوق زنان و مبارزه با حجاب اجباری در این کشور دیدیم و نتیجهش رو الان در جنبش دانشجویی هم می بینیم اما مسیح رهبر جمهوری اسلامی گفته دشمن از همه طرف علیه مردم آرایش جنگی گرفته و از مردم هم دعوت کرده در برابر دشمن آرایش جنگی بگیرن ارزیابی تو تو چنین فضایی چیه؟ من فکر می‌کنم برای اولین باره که اتفاقا مردم پاسخ مثبت دادن به فراخوان رهبری جمهوری اسلامی که گفته دشمن از همه طرف آرایش جنگی گرفته و مردم در چنین شرایطی باید آرایش بگیرن خب وقتی نگاه میکنیم به تمام این روزهایی که گذشت من اصلا به چهار دهی گذشتم نمیخوام برگردم دشمن دقیقا علیه چه کسانی آرایش جنگی گرفته اولین گروهی که اعتراض کردن کارگران بودن از دیماه 96 تا همین سپورت گذاران که در روزهای اخیر اعتراض کردند دشمن علیه اونها آرایش جنگی گرفته بازداشتشون کرده کارگران رو در زندان انداخته معلمان رو در زندان انداخته فعالان حقوق زنان رو اعضای کمپین چهارشنبه سفید رو در زندان انداخته فقط به دلیل اینکه گل در مترو پخش کردن و به حجاب اجباری اعتراض کردن یاسمن آریانی مشگان کشاورز مادر یاسمن منیر عربشایی و ویدا موحد الان در زندان هستند اینها شهروندان عادی هستند که دشمنی به نام جمهوری اسلامی علیهشون آرایش جنگی گرفته امروز هم دانشجویان اومدن و شجاعانه فریاد اعتراضشون رو علیه استقرار گشت ارشاد در دانشگاه علیه حجاب اجباری بلند کردن باز هم ها کتکشون زدن در دانشگاه محدودشون کردن, به کردن. و تهدیدشون کردن ضرب مورد ضرب و شتم قرار دادن به نظر میرسه که آرایش جنگی که آقای خامنه‌ای داره اشاره میکنه خود حکومت هست که علیه مردمش گرفته و مردم هم پاسخ دادن علیه چنین دشمنی اعتراض کردن و در شعارها همونجوری که به زیبایی البته آقای سیدی تحلیل کردن شما میبینید که این نص دیگه قرار نیست کوتاه بیاد و خیلی رادیکال تر داره شعارهاشو رو مطرح میکنه علیه دشمنی که در دل ایران علیه مردم ایستاده بله آقای سیدی اشاره کردیم ابتدای برنامه تو سه جبهه در حال جنگ تو چهل سال گذشته شده تا این اندازه مستاصل تو چنین شرایط قرار بگیره با دنیا با مردمش و با خودش اجازه برید این سه جبهه رو در دو نمودار دیگه بررسی کنیم یک نمودار عمودی نمودار افقی ما الان هم پوشانی شکافا و تنشهای های جمهوری اسلامی داریم به صورت عمودی در سطح جهانی با آمریکا و تا اندازه اروپا در سطح منطقه با کشورهای خلیج فارس با اسرائیل حتی جدیدا با عراق و در سطح داخل هم با مردم اون مورد سوم یعنی تنش داخلی خودش به یک هم پوشانی افقی رسیده باید یه نمودار افقی براش به ب... 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 ترسیم کنیم پارسال شاهد بودیم که جنبشها ها کم کم هم پوشانیشون رو شروع کرد. در جنبش های کارگری شعار حمایت از معلمان شنیده میشد و متقابلا معلمان از کارگران دفاع میکردند. امروز شاهد بودیم دو تا تنش دو تا حوزه شکاف بین دولت و مردم یعنی حوزه جنبش دانشجویی و جنبش زنان اینا هم دارن به همپوشانی می رسند در واقع میشه گفت این تنش های عمودی و افقی که جمهوری اسلامی الان داره تجربه میکنه در چهر سال اخیر بی سابقه بوده و تداوم این همپوشانی هم پوشانی بحران های جهانی و منطقه و داخل و هم در داخل هم پوشانی جنبش های کارگری جنبش معلمان جنبش زنان جنبش دانشجویی جمهوری اسلامی رو با بزرگترین بحران خورش مواجه کرد این ق... تا این اندازه مستعصل دیده بود این دولت در چهل سال اخیر جمهوری اسلامی چنین همزمان در داخل از چندین جبهه و در منطقه و در جهان تحت فشار نبود و اینم باید اضافه کنم که این تنشها همدیگر رو تقویت میکنن به صورت غیر مستقیم بدون اینکه لزوما هماهنگی به باشه موقعی که در داخل جنبشی داریم. در جریان هست تاثیر میذاره بر فشار خارجی فشار خارجی اعتماد به نفس این مبارزین رو در داخل افزایش میده میده مسیح اخیرا پارلمان کانادا رفتی قبلا هم دیدارهای با مقامات غربی داشتی فکر میکنی فشارهای خارجی تو چنین شرایطی یک اهرم و ابزار درسته و فشارهای داخلی چطور مثل همین اعتراضات و تجمعات ببینید من فکر کنم که زیست در واقع ما در چهار دهه جمهوری اسلامی نشون میده که به هیچ وجه بدون این که جامعه جهانی جنبش مدنی و جنبش اعتراضی رو در داخل ایران به رسمیت نشناسه ما موفق نمیشیم برای اینکه ما با یک حکومتی سر و کار داریم که تابان دندان مسلح است و به راحتی میتونه جنبش ها رو سرکوب بکنه برای همین من به چند تا نمونه ای که موفق بوده و درخشان بوده و نشون میده که اول مطالبه در داخل کشور مطرح میشه نافرمانی مدنی در داخل صورت میگیره اعتراض در داخل انجام میشه و بعد جامعه جهانی این اعتراض رو به رسمیت میشناسه و نتیجه میده اشاره میکنم کمان که شما میبینید در تمام این چهل سال زنان دارن میجنگن برای اینکه وارد استادیوم ها بشن فقط یک دوره موفق بوده و اون دوره زمانی بوده که فدراسیون جهانی فشار آورده به جمهوری اسلامی و یک دوره کوتاهی درهای استادیوم رو باز کردن اگر فشار جامعه جهانی نباشه به هیچ وجه جمهوری اسلامی با جنبش اعتراضی که در داخل ایران هست به توافقی نخواهد رسید خصوصا که الان ما در یک بزنگاه حساس تاریخی هستیم که اصلاح طلبان هم پشت جامعه مدنی رو خالی کردن همین امروز وقتی میبینید که دانشجویان اعتراض کردن آقای رمضان زاده به عنوان که از چهره‌های شاخص اصلاح طلب که خودشون رو پیشرو هم میدونن این رو نفوذ دشمن میدونن و اعلام کردن که داره تحریک میکنه تا اون اعتراضات خیابونی رو بکشونه به دانشگاه یا اخیرا آقای جلوی پور هم همین بحث رو مطرح کردن که ما انقلابی نیستیم این نفوذ دشمن هست اسرائیل هست آمریکا هست که میخواد جامعه داخل ایران رو تحریک بکنه و بیاره اونها رو در عرصه خیابونی بنابراین در چنین فضایی که معلم تنهاست، دانشجو تنهاست، کارگر تنهاست، فعالان حقوق زنان تنها شهروندانی که به تنهایی تبدیل شدن به کنشگر، هر شهروند به تنهایی تبدیل شده به یک حزب، به یک جنبش، ولی الان در زندان تنها هستند و این احزاب شناسنامه با اونها همراهی نمی کنن. من فکر می کنم باید پارلمان کانادا را همراه کرد که معروف هست در جامعه جهانی که از حقوق بشر دفاع میکنه ولی در ایران معروف هست که از دزدان دفاع میکنه، از غارتگران دفاع میکنه و از مقامات جمهوری اسلامی دفاع میکنه که پول مردم رو میدوزن و میرن اونجا مستقر میشن من فکر میکنم راهش اینه که ما با صدای بلندتر بریم در پارلمان کانادا پارلمان اروپا و همراه بکنیم که شما نمیتونید نماینده ما رو فقط ظریف و ابتکار و روحانی بدونین تا زمانی که با مردم داخل ایران همراه نیستن و در بزنگای انتخاباتی میان همین شعارهایی که الان دانشجو دادن رو به عنوان یک ابزار استفاده میکنن که رای جمع بکنن بنابراین جنبندی این هست که مکمل هم هستن همدیگر رو نفی نمیکنن و ما بعد از جامعه از مبارزه سنتی تو یک جامعه مدرن به تنهایی نمیشه موفق شد بر دیکتاتوری که حتی دختر خردسال مدرسه رو به خاطر رقص تنبیه میکنه آقای سیدی تحلیل شما چیه از این دو اهرام فشارهای بین و اعتراضات داخلی اعتراضات مدنی در داخل نافرمانی مدنی ایزه بری قبلش اینو به صحبت های خانم علی اضافه کنم که اصلاح نه تنها پشت مردم را خالی کردند بلکه کم کم دقیقا در تقابل با مردم قرار میگیرند و اگه لازم باشه همونجوری که یکشون به سراحت گفته بود حاضرن اسلحه به دست بگیرن برای اینکه این حکومت رو نگه دارن اسلحه رو در برابر کی دست بگیرن در برابر با مردم اما شواهد تاریخی من میتونم فاکتای تاریخی به اختصار از کنم چه در جنگ های بسیار بزرگ جهانی دیدیم که کشورهایی مجبور میشن علیه یک خطر بسیار بزرگ با هم متحد بشن. ببینید موقعی که آمریکا و بریتانیا اومدن با شوروی متحد شدن، اونا هیچ گونه سمپاتی با استالین نداشتن، ولی میدونن یه تهدید بسیار بزرگتری به اسم هیتلر و آلمان نازی وجود داره، مجبورن در این مقطع با هم همکاری کنن. در مورد مبارزات مردم هم، ما در دوران دیکتاتوری فرانکو که مردم اسپانیا شدیدن علیه به مدت چند دهه مبارزه می‌کردن، بدون کمک خارجی، بدون کمک اروپاییان، بدون کمک جنبش‌های آزادی خواهی جهان چپ ها رسانه ها فعالین حقوق بشر اونا نمیتونستن به پیروزی برسن و نمونه بسیار برجسته ترش هم آفریقای جنوبیه من بسیار احترام قائلم برای مبارزات آقای نلسون ماندلا در زندان اما اگر در بیرون از زندان مردم مبارزه نمیکردن و در خارج از زندان دولت نجات پرست آفریقای جنوبی تحریم نمیشد نه نلسون ماندلا آزاد میشد شاید در همون زندان متاسفانه میمرد و نه حکومت آپارتاید به این نحو پایان میافت شواهد تاریخی به ما میگه که این دو مکمل همدیگن این به معنای وابستگی نیست این به معنای این نیست که مثلا یه عده در خدمت دیگران باشن منافع مشترک در جهان وجود داره و سرنگونی جمهوری اسلامی الان به منافع مشترک دو مردم ایران و جهان تبدیل شده مسی تو صحبتات به مدارس و فشارهایی که اخیرا به اونها وارد میشه و بسته تر شده فضا اشاره کردی مثلا جنجال جنتلمن رو داشتیم فضای افکار عمومی در برابر این فشارهای بیشتر و بیشتر چقدر تغییر کرده نسبت به یک دهه گذشته ببینید خیلی واضح شبکه های اجتماعی اعتماد به نفس از دست رفته ای مردم ایران رو به اونها برگردوندن به این دلیل که اگر در گذشته فقط جامعه جهانی چشمش به کسانی بود که در یک انتخابات غیر آزاد قدرت کسب کردند و چهره ایران رو آنگونه که میخواستن به دنیا معرفی میکردن الان یک شهروند معمولی میتونه با یک دوربین ساده در همون مدرسه ای که بهش ممنوع کردن رقصیدن رو بهش ممنوع کردن اندیشیدن رو بهش ممنوع کردن پرسیدن رو میتونه همه این کار رو انجام بده به چالش بکشه و هم بقیه رو بهش انگیزه بده قدرت بده به بقیه ای کسانی که نگاهش میکنن و هم توجه جامعه جهانی رو جلب کنه دیگه گذشت دوره‌ای که بشه مردم رو سرکوب و ساکت کرد برای همین اینه که من تاکید میکنم ما چه در خارج کشور اگر ایرانی هستیم چه کسانی که در واقع قدر در قدرت هستند در پارلمان یا سازمان های حقوق بشری باید این صدا رو بیشتر به رسمیت بشناسند صدایی که در تیون های رسمی هیچ سهمی نداره بذارید من یه مثال ساده براتون بزنم اگه بزنید حتما حتما وقتی که میان خارج کشور از رسانه های رسمی و از واشنگتن پست و سی این هن استفاده میکنن برای اینکه بیان و علیه مردم خودشون حرف بزنن میخواستم فقط بگم که هیچ کسی بیگانه تر از مسئولان جمهوری اسلامی به مردم ایران نیست ما بهتر وابستگیمون رو به کسانی که باید. ما رو سرکوب میکنن قطع بکنیم نه به جامعه جهانی که جمهوری اسلامی داره از اونها استفاده میکنه تا بقای خودش رو تثبیت بکنه درسته آقای کوتاه اشاره بکنید ممنون میشم در پی فشارهای خارجی فکر فشارها در داخل بر مردم بیشتر بشه تو هم در کوتاه مدت بله ولی من اتفاقا تاثیر فشارها رو در داخل بر افزایش اعتراضات مردمی علیه حکومت میبینم یعنی در کوتاه مدت فشارش بر مردم خواهد بود در میان مدت فشارش بر جمهوری اسلامی و همزمان شدن فشار در از خارج و مبارزات مردم در داخل مسی ممنون میشم تو هم کوتاه بگی تو چه فکر میکنی در این باره فشارها بیشتر میشه در پی فشارهای خارجی به مردم من متوجه سوال شما نشدم، آیا فشارهای خارجی به مردم بیشتر میشه؟ نه، یا اگر فشارها بیشتر, بیشتر بشه، فشارهای با. دولت بر مردم بیشتر میشه؟ من فقط یک مثال براتون میزنم، موسوی و کروبی دو تن از بنیانگذاران جمهوری اسلامی هستند که همیشه علیه آمریکا موضع گرفتن خیلی موازه ضد آمریکایی داشتن الان کجا هستن؟ اصلاح نتونستن حتی این دو نفر را آزاد بکنن با این که در واقع همیشه علیه آمریکا حرف زدن بنابراین چه آمریکا حمایت بکنه چه نکنه جمهوری اسلامی فشارشو میاره پس چه بهتر وقتی مردم شعار میدن دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکاست ما علاوه بر آمریکا کشورهای اروپایی رو هم همراه بکنیم چون این فشارها چه باشه چه نباشه خودش میکنه هیچ کسی دشمنتر نیست در مواجهه با مردم ایران جز خود مقامات جمهوری اسلامی ممنون از تو مسیح